با درود و عرض ادب خدمت یکایک که شما دوستان و هموطنان عزیز و گلم، امروز جمعه 21 اردیبهشت 1403 برابر با 10 می 2024 میلادی و سال 2583 شاهنشاهی ایرانی در خدمتون هستم با یک ویدیو جالب از کلاب هاوس. اتاقی بود داشتن در ارتباط با کودک همسری صحبت میکردن و یک کسی هست به اسم سعید، ایشون از این باورمندای دوستانی که از قبل هم جزء کانال ما هستن، اگه خاطرتون باشه یه بنده خدایی بود اسم خودشو گذاشته بود مثبت 15، بعد میومد و خزعبلات میگفت. این آقای سعید فتوکپی اون آقای مثبت 15 است، اینا تفکراتشون عین هم دیگه است. بعضی از دوستان میگفتن نه آقا چرا مثلا ویدئوی این افراد باورمند رو میذاریم، به خاطر اینکه اینا یکی دوتا نیستن. چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، توی ایران خیلی از آدم ها هستن که هنوز باورمند هستن. یه سری خرافات، اون چیزایی که آخوندا روی منابر گفتن توی مغزشون هستش. حالا قشر جوون از این مسئله مستثنا هستن، اما هنوز افراد مخصوصا 30 سال به بالا به این چیزا هنوز اعتقاد دارن. یه سری چیزا اصلا کلن توی فرهنگ ایرانی متاسفانه اومده تا جایی که روشن فکرای ما، یه کسی مثلا مثل شیرین عبادی روزی که میره جایزه صلح نوبلش رو بگیره میگه اول من یک زن مسلمانم، بعدن میگه من ایرانیم. هویت اسلام که دین تازی هستش میاد تو وجود یک ایرانی و براش هویت میشه. میخوای خدا رو قبول بکنی؟ هیچ مسئله نیستش، خدا رو برو برای خودت قبول داشته باش، ولی احتیاجی نیست. من بی احترامی نمی کنم، اما یک چوپانی که در بادیه نشین بوده 1400 سال پیش که واسه این که بخواد کنیز خودش رو باهاش سکس بکنه و بعدش بخواد سر زنش گول بزنه و بگه نه و آره و نمیدونم هی تکون میخورد 16 تا 17 تا آیه براش نازل میکرد و این داستانا، همچین شخصیتی رو اومدن و به خورد ایرانی ها کردن، اینا رو همه رو ایرانیش کردن. علی رو مدل علی ایرانی تحویل ایرانی ها دادن. داستانای خودشون وقتی میگه 700 نفر رو تو یه روز کشته، شخصی که بتونه 700 نفر رو تو یه روز گردن بزنه از نظر حالا روانشناسی مدرن دیگه ببینید به این شخص چی میگن. ولی اینا میان از این شخص یه آدم خیلی باحال نمیدونم لوتی مدل نمیدونم قیصر ایرانی وار درست میکنن. قیصر بازیگر فیلم قیصر رو دارم میگم، اون فیلم قیصر نه اون قیصر. در هر حال این آقای باورمند تو این اتاق راجع به کودک همسری براش هر چقدر توضیح میدن، هر چقدر میخوان به این مردک بفهمونن که زیر 18 سال ازدواج غلطه، اما این هنوز فرق بین ازدواج و سکس رو اصلا نمیفهمه. میگم ویدئوی جالبی هستش، یه جایی ممکنه اعصابتون خورد بشه، ولی خواهش میکنم ازتون تا آخرش نگاه بکنید. لطفا اگه یه زمانی هم از شخصی توی این ویدئوها بدتون میاد، ویدئو رو ولی لایک بزنید که اینطوری توی الگوریتم یوتیوب بالا بیاد، بقیه هم بتونن ببینن. وگرنه شما ممکن از یک نفر توی این ویدئو بدت بیاد، لایک هم نمیزنی و خب ویدئو بالا نمیاد و اون تعداد بازدیدش پایین میمونه. سپاسگزارم از لطف و محبت های همتون. اینجا قصد ما فقط یاد دادن، که من کسی نیستم که بخوام به کسی یاد بدم، ولی تا جایی که بتونم محیطی رو فراهم میکنم که آگاهی مخصوصا برای جوانای ما بیشتر فراهم بشه و بتونن اشتباهاتی که ماها کردیم و لاقل دیگه نسل جدید انجام ندن. زنده باد ایران ایرانی با شرف، لعنت به هر چی مزدور و وسط باز و تجزیه طلب و هر کسی که داره به هر نحوی به جمهوری کثیف اسلامی کمک میکنه تا دیکتاتوریش ادامه پیدا بکنه. قربونتون برم که خیلی با شرفین. دم همتون گرم. من برگشتم، اگه حرفی هست ادامه بدیم من برم به کارم برسم. درود سعید جان، خوش آمدید. نه دیگه صحبت کردیم دیگه راجع به آیه بهت گفتم اشکالش کجاست.
اون وجده ها رو فهمیدین دیگه، حالا آره شما آره یه مشکلی داریم میگم وجده ها رو اصلا بذار کنار. آره اون رو بعدا بهت میگیم حالا اشکالش کدوم بره. حالا اینجا اشکال دومی که هستش، شما اونجا کلمه ازا یعنی چی؟ ازا بلغه عزیزم من میگم راجبه به نظرش رسید مشکلی ندارم، ندارم هی ازا بلغه وجده ها رو نیار. در مورد مرغوب الشمس میخوام صحبت کنیم دیگه. نه نه ازا در بلغه مورد اونجا مغرب الشمس. بله یعنی چی ازا؟ یعنی چی ازا اصلا؟ چی اونجا؟ شما بفرمایید، شما توضیحتون رو بفرمایید نه ما بدونیم. تو اومدی اینجا میراث میگیری باید بدونی. ما داریم ترجمه رو برات میخونیم، قبول نمیکنی چیکارت کنم؟ آقا خوندن ول کن، شما میگی ادعات میشه سواد داری، من میگم ازا اونجا یعنی چی؟ ازا فعل صفت موصوف چیه؟ ازا عزیز دلم اونجا میگه ذوالقرنین. اگر خدا داره میدونم نمیدونی بگو، نمیدونم خودم بگم. باش خودت بگو، شما بگو، ما اصلا هیچی نمیدونیم، شما بگو. ازا اونجا یعنی اسم زمانه، یعنی در مورد زمان داره صحبت میکنه نه در مورد مکان. میگه حتی ازا بلغه مغرب الشمس، یعنی در مورد زمان غروب خورشید در اون مکان داره صحبت میکنه، نه در یعنی در مورد زمانه نه در مورد مکان. فهمید یا ازا رو چی معنی کجا کردی؟ ازا رو چی معنی کردی؟ ازا یعنی زمان، تایم، اون موقع. اون موقع ازا یعنی آره موقع؟ یعنی زمان به انگلیسیش دیگه، فارسیش من نمیدونم چی بگم. ازا بلغ، ازا اصلا اونجا زمانه، ظرف مکان نیست، ظرف زمان. کجا زمانه؟ ازا یعنی چی؟ زمان یعنی چی؟ ازا یعنی چی؟ معنیشو بگو. یعنی کی؟ زمانی که، وقتی که ازدواج میکنن به سن بلوغ رشد. سه آقای حجت هم یه بار آقای داره چیز میریزه، مزده میریزه. آقای حجت صداش اینقدر ضعیفه اصلا نمیشنویم، هرکی هم بخواد گوش بده میره تو همون روم حرفای منو گوش میده. ضعیفه الان آیدی رادیو آرتیست رو میارم بالا با کامپیوتر پخش. آره صداش نمیاد، خیلی ضعیفه. موضوع داره داریم صحبت میکنیم، حالا بعدا مزدهات رو برو جای دیگه بریز. من این آقایی که اومده داره راجع به یک کلمه قرآنی میگه، ما داریم اینو صحبت می‌کنیم، فدایی می‌فهمی الان نورت داریم صحبت می‌کنیم. مایکتو ببند، مایکتو ببند. من نمی‌دونم آقای حاجی فدایی شعورت میرسه الان داشتیم صحبت می‌کردیم. این آقای سعید سلام، این سعید که راجع به یه آیه قرآن اینقدر حساسه که یه آیه قرآن یه کلمش چه معنی میده و شما نمیفهمید، این حالا خارج از این که همون کسیه که واسه بچه من آرزوی مرگ میکنه میشه و یه بچه دلاهی بمیره و فلان اینا، یک پیام گذاشته در یک وایس چتی. من میخوام ببینید واقعا، من اصلا امروز وقتی فهمیدم این آقای دلخوشی حجت الاسلامی، اصلا نظرم راجع به اینا یه چیز دیگه شده. من دوست دارم براتون فقط پخش کنم ببینید این آقای حساس به این قضیه به اصطلاح یک کلمه در قرآن، ببینید راجع به کودک همسری چقدر زشت و کثیف حرف میزنه و میگه که ما فرهنگ قبر رو الگوبرداری نمی کنیم که بیایم هر وقت یه دختری بالغ شد رفت قاضی گفت این اوکیه میشه باهاش ازدواج کرد. من این گذاشته بودم، گفت صداش کمه، حالا خودش هم باشه دوباره بشنوه شاید یکم خجالت بکشه، نمیدونم خودش بچه داره نداره. البته اگه بچه داشت نه واسه بچه کسی آرزوی مرگ میکرد نه راجع به بچه های دیگران اینجوری راجع به کودک همسری اینجوری حرف میزد. در یکم صحبت کن، من اکانت رادیو تستم بیارم اینجا. درود، من فکر میکردم اون یکی دیگه از سعید نیست، یک دوست دیگه ایه. نه باید با اینا صحبت کرده، نداره باش صحبت بکنی، باش صحبت بکنی، ولی این چیزها رو باید تو روشون زد بهشون بفهمی که چگونه میشه که شما روی کلمه در قرآن اینقدر حساس هستی ولی راجع به یک فسادی، یک ننگی مثل کودک همسری میاد میگید نه بچه دختر 9 ساله رو اگر الان هم میخواد بیاد بالا بیارش بالا دوباره که دفاع بتونه بکنه از خودش. من صداشو پخش میکنم، بیاد بالا صحبتش رو کنه تا من اکانت رادیو آتیست رو بیارم اینجا. فوش و... داده تو چت، فوش داده تو چت. چرا فوش میده؟ ما که بهش فوش نمیدم. من نمیدم، برو بخون چت، نه فوش ترکی هم میده. آه فوش ترکی دار.
مکس میگه بیا بزن بیاد بالا، اینوایتش کنم بیاد بالا حرفاشو بزنه. چقدر هم بی‌تربیته، دیدی اینا چقدر بی‌تربیته؟ این امیر حسام دیروز دیدی با این حسین باستانی فوش. من فوشت جواب اونو دادم آقای اوچه، چرا به خودت میگیری؟ اصلا تو لیاقت فوش نداری. میگم من اونجا وایس گذاشتم، هر کی بخواد میره اونجا میشنوه دیگه. حالا من دلم خواست وایس تو اینجا پخش کنم تا همه بدونن شما کی چیا، چه کسافتایی کردن به دختر 9 ساله. من کی گفتم 9 ساله؟ من اصلا هر کلمه 9 ساله آوردم اینجا. آره الان برات میذارم. آره الان برات میذارم. من کجا گفتم 9 ساله؟ معدب باش. کجا گفتم من 9 ساله؟ چرا دروغ میگی؟ کجا گفتم 9 ساله؟ گفت الان وایس الان وایست. اگه کلمه نه ساله توش نبود چی آقای اوچر؟ اگه من نگفته بودم نه ساله چی؟ الان وایست تو از من، چون شما همین جوری تا منو میبینید میترسید. مثلا در مورد کودک همسری اونجا مطلب گذاشتیم، گفتم آقا تو کشورهای آمریکا از لینک یوتیوب گذاشتم، یارو 12 سالشه میره باکرگیش از دست میده، هر کاری دلش بخواد میکنه. میگم چجور اون واسه این شما ایو اوف نیست، ولی اینجایی که مثلا یه بچه 16 ساله 18 ساله ننه باباش 4 تا ریش سفید میشینن آقا تصمیم میگیرن که آقا این لحظه مایکتو ببند، اینجوری که نمیشه گفتگو کنی که آخه آقای دم عقلتون نداره. چرا میگم مایکتو میگم رگباری هم اینجوری حرف بزنی که نمیشه که. خب سعید عصبی نشو، آروم باش. اول میگه سعید میگه 9 ساله، من کجا گفتم 9 ساله؟ وایسش نیاری آقای مرد روزگار بده. موضوع اصلا کلمه 9 سال نیست، مضمون حرفت باشه. امینه بگو. نه این گفت 9 سال آقای دم، این گفت 9 سال آقای آدم خیلی کسی فکر کرده هر یه نفر که دروغ بگه. سعید جان، سعید جان آروم باش، هر سخ عصبی نشو، بذار وایس تو که گذاشتم. چرا دروغ میبندی به من؟ چرا دروغ میبندی؟ در مورد پسرت هم تو به من توهین کردی، منم یه توهینی کردم، 10 بارم در موردش معذرت خواهی کردم. عزیزم آروم باش، تو شروع کردی. من صدای تو رو میذارم همه گوش کنن، راجع به صدای تو با هم صحبت میکنی، موافقی؟ من اصلا اینجا بحث سر یه چیز دیگه ای بود. خب چرا یه دونه روم در مورد اون نمیذاری بیام اونجا؟ ماکروفونتو ببند. چرا اونجا نمیذاری مثلا؟ فکر می‌کنی میترسم نمیدونم. اینجا در مورد مکان اگر نمیترسی بذار وایس تو بذارم. آقای سعید اگه نمیترسی بذار وایس تو بذارم. بابا وایسم یارو میتونه بره اونجا گوش بده دیگه. مگه تو رو تالون ندارم؟ مگه نمیدن گوش ندادن؟ من دلم میخواد وایس تو اینجا بذارم همه گوش بدن که ببینن تو گفتی 9 سال یا نگفتی 9 سال. خیلی بچا به درک دوست داری، من اینجا با تو کلکل نمیکنم. اینجا بحث سر چیزه دیگه ای بود، من اومدم بالا جوابش رو دادم. میبندم با آقای درخواست، نمیخواد هم در مورد بجله ها داری سوال کنیم. جواب دو تاش هم دادم. آقای رحمت برو اون جایزه نوبل کی گرفتی پس بده. چه بالاخره تو بری بازم من وایس تو میذارم اگه میخوای دفاع کنی. وایس اصلا من اونجا رفتم خودم وایس گذاشتم بیان مردم بشنون. اصلا داری تحلیل میکنی من مایک تو؟ بابا ما نمیفهمیم چی. آقا دم میگم یک بار دیگه من وایس گذاشتم، یعنی این مثلا اومده اینجا مثلا منو داره رسوا میکنه، من خودم اون حرفا رو زدم. ما کارمون اینه آقا، تو پروفایل حسین فدایی بزنین سه تا چیز داره، اومده اخلاق آتیستیش کنار گذاشته، شروع کرده فحاشی به شیعیان، نمیدونم هر کی که فکر کنید. اونجا من رفتم وایس گذاشتم در مورد کودکانتری صحبت کردم که کودکانتری در تشیع وجود ندارد. سعید آقا حالا اومده میخواد حرفای منو تحریف کنه، چه به تحویل شما بده؟ خب سعید دادا کودک همسری در شعور داشتی اینجوری فوش نمیدادی به شیعیان، به پدر و مادرهای ما فوش نمیدادی. پس گفتی کودک همسری در شعور ندارن، فوش نمیدادی. خب سعید دادا خیلی خوبه این دروغا رو بگو کامل کن تا من فایل رو بذارم صدا تو هر بشن تا ببینن که گفتی کودک همسری در شعور وجود دارد. چرا انداختنش با این؟ کی ریمونش کرد؟ خب این آقایی که میگه که کودک همسری من کسی ننداختش با این، فکر کنم خودش بچه ها اینی که میگه کودک همسری در شیعه وجود نداره، من این وایسش رو الان براتون بذارم، فقط من نمیدونم چرا با اکانت رادیو آتئیست هم نمیتونم اتاقتون رو پیدا کنم، علتش چیه؟ تو میتونی منو اینوایت کنی تو اکانت رادیو آتئیست؟ من رادیو آتئیست تو ندارم اکانتشو، وگرنه دعوت میکنم. اسمش اصلا رادیو آتئیست، بزن رادیو آتئیست، اتاق رو نمیبینم.
آره چون با کلاب یک هستی اجازه آره کلاب یک هست. ببین به حجت بذار رایشو بهت بگم اوکی. شما خودت ادمینی اینجا، تشریف ببرید توی چدانم ها اونجا بزنید این بالا روی چدانم ها، بعد میرید یک سه نقطه این بالا سمت راست باز میشه اونجا بزنید روی چدانم آره یک لینک دعوتی هست، میتونید اون لینک دعوت رو بفرستید برای آره آره. حالا بچه این دو دقیقه است و وسط برنامه جالبه که ما گوش کنیم همین آقایی که داشت میگفت من گفتم در شیه کودک همسری وجود نداره، صحبتاشو گوش کنید و ببینید که توضیح نده دیگه داداش، بذار توضیح نده، بذار سعید تبر داده سعید تو میگه من میتونم بگم دیگه من توضیح دادم سعید باش میسیم بذار گوید هم فلسین سن ده توضیح فرارسن هیچ نیجرانی یخته اصلا دایم هرچی خواستی بهت وقت میدم که راجبش توضیح بدیم، نمیخوایم که تو رو چیز کنیم، که نمیخوایم که بولید کنیم، خدای نکرده اینجا ما اهل این کار نیست، ما میخوایم فقط بهت نشون بدیم که این کار زشته. قبلش اونجا من موج گذاشتم اتاقم مال خودت بود، چرا نیومدی اونجا جواب بدی؟ کجا وایس گذاشتی؟ همون جایی که رفتی الان همین پروفایل خودت. آره الان شنیدم، الان شنیدم، الان شنیدم. آره الان یه ساعت پیش رشد بگیره. خب یه ساعت پیش چرا ریپلای نکرد جواب ندادی؟ برای اینکه خانومم بالا خواب بود، الان اومدم پایین صدای تو رو تو این اتاق شنیدم. گوش کنید بچه ها، حالا گذاشتم تو الان شنیدی؟ نفره دو چند ساکت باش گوش کنید، ساکت باش. نه خب بگو دیگه، چرا وقتی پروفایل درست چیز درست میکنی چت روم درست میکنی همون موقع نمیاری جواب بدی؟ دلم نخواست، حالا میخوام ساکت میشی یا نه؟ من شما رو به خاطر اینکه چیز کنید، به خاطر اینکه گوش کنید مفت و آدینس میکنم، وقتی پخش فایل هم تمام شد تشریف بریم گوش کنید. بچه هایی که اینایی که ازدواج میکنن به سن بلوغ رشدی و فکری رسیدن، من واسه آقای حجت هم یه بار توضیح دادم، یکی از این چت رومایی که درست کرده بود گفتم چه باید به سن بلوغ برسه، اگر سنش کمتر از 18 باشه باید بره دادگاه اونجا حکم رشد بگیره، ولی متاسفانه آقای حجت که رای درک رو داده پایین، یکی رای فحاشی رو داده بالا و شروع میکنه فقط به اهل بیت و شیعیان توهین کردن. شیعیان هم معصوم نیستن، تو جامعه ممکنه همچین چیزی هم اتفاق بیفته، اون دیگه دست ما نیست که الان مثلا یکی میره دزدی میکنه، حالا یه مسلمان میره دزدی میکنه به دین ربطی داره؟ اینا رو نباید ما ببینید چی و با چی مقایسه کرد، دزدی و با کودک همسری مقایسه کرد، بعد هم گفت کودک زیر 18 سال که باشه میره دادگاه حکم رشد میگیره بالغ شده دیگه، یعنی از نظر اینا دختر به بحث این که پریود شد بالغ شده دیگه، کودک نیست، همون کاری که اینا اومدن دیگه تو جامعه. آقا حجت الان طرف 14 سالش، از اینجا هر وقت تموم شد شما صحبت کنید، همون کاری که اینا اومدن وقتی که کمیسیون عالی حقوق بشر اومد و چایلد مریج رو در ایران تقویه کرد، دن عزیز میکروفونت باز، اومد چایلد مریج رو در ایران تقویه کرد، اینا اومدن در ایران یه کمیسیونی تشکیل دادن، تعریف کودک رو در قانون عوض کردن، گفتن آقا کودک کسیه که هنوز بالغ نشده، وقتی بالغ شد دیگه کودک نیست، که بعد کمیسیون عالی حقوق بشر مجبور شد تعریف چایلد مریج رو عوض کنه به ارلی مریج، ازدواج زودهنگام، که شامل همه کسانی که زیر 18 سال هستن بشه، نه شامل کسی دخترایی که هنوز پریود نشدن فقط. حالا اینو گوش کنید، هم قاطی کنیم، شما وقتی میخوایی بری با ایشون اگر مناظری بکنی بفهمون که بابا چیزی که شما فکر میکنی اون کودک کمتری نیست. حتی آقای هماینی توی اون روم من یک کلیپی گذاشتم از یوتیوب برداشتم گذاشتم و یه لینک دیگه گذاشتم که تو کشورهای خارجی دختر 14 ساله 12 ساله سکسشو شروع کرده. حالا اگر خواستیم من لینک رو مجدد اینجا میذارم، حالا عد میکنم اگر پیدا کردم، سکس رو شروع کرده، اینا اون رو ایراد نمیدونن، ولی دختری که 14 ساله 16 ساله ازدواج میکنه
این رو میان بهش میگن کود کمسری. آقای حجت فدایی، نه شما اونجا پاسخ دادی، فقط هم شروع کردی اومدی به فحاش کردن. حتما میخوای بگی آقا اون کارم بده، نباید این کارو بکنن و فلان و بهمان. اینجوری نیست که. اینجا دارن چند تا آدم ریش سفید و بزرگ نشستن صحبت کردن با هم دیگه. حالا عقل به عقل اونا رسید، آقا این مثلا میتونه ازدواج کنه. به سن بلوغ هم رسیده. به سن یعنی 4 تا ریش سفید و بزرگتر میان تصمیم میگیرن که یک دختر 19 ساله به سن بلوغ رسیده دیگه میتونه ازدواج کنه. اون وقت دیگه کودک نیست از نظر آقای سعید. کودک کسیه که هنوز پریود نشده باشه. 4 تا بزرگتر هم نگن بله این بزرگ شده. گوشتم رسیده. حالا کی گفته حتما باید سن ازدواج 18 باشه؟ ما از قوانین کشورهای غربی اطاعت نمی‌کنیم. دو دقیقه پیش کشورهای غربی رو مثال میزنه که تو کشورهای غربی هم اینجوری و اونجوری سکس رو با ازدواج یکی میکنه، میگه مثلا بچه 14 ساله شروع میکنه به سکس داشتن. ما از ولی اینجا از قوانین کشورهای غربی، اینجا که به نفعشون نیست، دختر 9 ساله رو میخوان بکشن تو رخت خواب، اینجا دیگه از قوانین غربی پیروی نمیکنه. قوانین خودمون رو داریم واسه زندگی کردن. از منظر اینا اگر دختر سن 10-12 سالگی هم بره این کار رو شروع کنه ایراد نداره، ولی ازدواج کنه ایراد داره. ایراد هم به بچه وارد نیست، به دینش وارده. یعنی میگه ایراد به بچه بگیریم، به دین چرا میگیریم؟ یعنی به خاطر دفاع از دینش حاضر تقبیح عمل ازدواج زود هنگام بندازه گردن بچه. جوریاس با درود مجدد. من فهم بخ... خب عزیزان، من عذر میخوام اگه اومدم وسط یک بحث دیگه‌ای بحثی رو مطرح کردم، دلیل داشتم. دن عزیز ببخشید، میدونم شما نیم ساعت قبل داشتین با این آقا صحبت میکنین، رفت نماز جعفر طیار نیم ساعته بخونه و بعد اومد و بحث رو میخواست با تو ادامه بده، ولی من میخواستم اینجا چیزی رو نمایش بدم. میخواستم نشون بدم کسی که اینقدر وقت میذاره برای اینکه یک کلمه رو فقط بیاد موجه کنه که در قرآن معنیش این نیست، معنیش اونه، اینقدر کثیفه که میگه بچه 10-12 ساله خب میره حکم رشد میگیره و میره با مرد مثلا بالغ بزرگتر از خودش ازدواج میکنه. چه عیبی داره؟ مگه تو کشورهای غربی 14 ساله سکس نمیکنه؟ من فقط میخوام بهتون نشون بدم این انسانها چه انسانهای کثیفی هستن، چه مغزهای پلیدی دارن، ولی اینقدر حساسن نسبت به دینشون. من ساکت میشم دن عزیز، این آقا میخواد بیاد بالا صحبت کنه و با شما گفتگو کنه، حالا هر چی، و من دیگه صحبتی نمی کنم. فقط به جای اون لا اله الا الله محمد رسول الله تو پروفایل سعی برو اینو بنویس که حداقل خودتون میگید از حضرت علی تونه. به قول خودتون که این جمله رو از علی میگی، میگه زندگی نه اونقدر شیرین و مرگ نه اونقدر ترسناک که انسان شرف خودش رو بفروشه. اگر یک جو شرف در وجود یک انسانی باشه از کودک همسری دفاع نمی کنه. دن رحمت مکس اومد، ببخشید من مداخله کردم. آیش با. نه نه چرا میتونی خودت ادامه بدی با سعید، اینجا روم خودته، ما کاری نداریم. ببین چرا ما مثلا این ایرادات کم کنم. به نظرت سکس زمان سکس واسه یه دختر چه زمان خوبه؟ آبا نبندیم دیگه. سعید جان یه لحظه اجازه بده باید گفتگو میکنم، ولی حرف هومن رو قطع کردی. بذار هومن حرفش تمام شه، من با بهت هر چقدر بخوای وقت میدم. بذار هومن حرفش رو بزنه وسط حرف هومن. من وقتی هومن حرفش تمام شد شما به من بگو چند دقیقه وقت میخوای، من در خدمت هستم. هومن جان بگو. ببین دوستان، ایراد اینها اینه که بویی از حقوق بشر نبردن و اینها نمیدونن چرا مثلا ما وقتی میگیم این مغایرت داره، مخالف حقوق بشره، منظورمون درست چی. اگر کسی میفهمید که حق خودمختاری، حق آزادی برای کودکان هم این هست و سلب شدنی نیست، هیچ موقع ادعا نمیکرد که آقا 4 تا ریش سفید واسه دختر، واسه کودک تصمیم میگیرن. ایراد این دوستان اینه که اینا نمیدونن، نادانن.
نادان و نمیخوانم بدونن که آقا اون کودک شما حق نداری براش تصمیم بگیری تا به سن بلوغ برسه. اون چیزی که ما بهش میگیم خودمختاری، اون چیزی که بهش میگیم حق آزادی، که حق انتخاب در مورد ازدواج خودش رو با اون چیزی که خودش انتخاب میکنه داشته باشه، اون چیزی که دوست داره، اینو بهش ما میگیم حق خودمختاری. که شما اینو سلب میکنی که خلاف حقوق بشره، خلاف اون خودمختاری هست، آزادی هست، و میگه آقا چهار تا ریش سفید واسش تماس چی میگرن تشخیص میدن، خب ریش سفید غلط کردن. کودک همسری تبعیض علیه دخترانه، یعنی این خودش نابرابری جنسی رو داره تو جامعه ترویج و تداوم میده دیگه، یعنی ترویج میبخشه و تداوم میده، و این باعث اون توانمندی، یعنی باعث توانمندی زنان و دختران در جامعه ما شده، اینه که این از امر تحصیل، از امر خیلی حقوق حقش ضایع میشه. مرسی. حالا اینا همه را تو اتاق کودک همسری من توضیح دادم با آمار دقیق و مقالات و اینا. اکبر میدونم میخوای صحبت کنی، بذار سعید بیتاب صحبت کنه، صحبتش انجام بده، بعد من در خدمت شما هستم. سعید جان بفرم. آقای اوچت فدایی، اولا لازم نیست واقعا فحاشی کنید. ببین داریم زندگیمونو میکنیم، شما هم دارین زندگیتونو میکنین. آره آقا دین اسلام بده، ایه فلان و به امان، لازم نیست و فحاشی بکنیم، مد به نظر داشته باش. بعد من یک سوال پرسیدم آقای فدایی، یک کلیپ یوتیوب من گذاشتم اونجا و یه دونه یه پرسش و پاسخ بود گذاشتم که یارو زنه نوشته بود دختر من 12 سالشه، رفته سکس شروع کرده، خیلی هم خوشش میاد، چه خاکی به سرم بذارم. یه دونم کلیپ یوتیوب بود تو آمریکا، همون لینکش هم هست، میتونم بچه‌ها بیان پروفایلت نگاه کنن، که از دخترها میپرسید کی باکرگیت از دست دادی، اکثرا میگفتن 14 16 تمام زیر 18 بود. به نظر شما کار اینا، این جماعت ایراد داره یا نه؟ یعنی اگر توی ایران یه دختر 14 ساله بیاد ازدواج کنه کار بدی کرده، ولی اگر توی آمریکا یه دختر 14 ساله بره باکرگیش از دست بده و حالا هر شب با یه پسری، حالا هر 6 ماه با یه پسری، یا کلاً با یک پسری شروع کنه، این ایراد نداره. شما چه جوری این رو دارین اینجوری مقایسه میکنین؟ کار ما رو بد میدونین، کار اون رو خوب میدونین؟ اینو توضیح بده، من اول اینو بفهمم. بله، از نظر شما سکس و ازدواج با هم دیگه در یک جایگاه قرار دارن؟ سکس و ازدواج مثل هم هستن؟ فرقشون چیه؟ سکس اینی که هر شب کسی که ازدواج میکنه انجام میده. فرقی بین سکس و ازدواج نمیبینی؟ یعنی شما هیچ تفاوتی بین سکس و ازدواج در ذهنت نیست؟ یعنی شما منظورت از کودک همسری اینی که این دختر میتونه مثلا؟ سوال من این نبود که من منظورم از کودک همسری، سوال من از شما اینه آیا بین سکس و ازدواج تفاوتی میبینید یا نمیبینید؟ یک قسمت از نقل ازدواج بین ازدواج و سکس چه تفاوتی می‌بینی؟ آخه ازدواج رسمیه، سکس رسمی نیست. مثلا میگم تو همون سکسی که اون دختر 14 ساله داره انجام میده، اونجا هم میتونه حامله بشه. بازم در ذهنت ازدواج یک سکس رسمیه. بازم در ذهنت ازدواج یک سکس رسمیه، سکس غیر رسمی. غیر از سکس یک قسمت از مقوله ازدواج سکس است. نیاز جنسی. غیر از سکس در ازدواج چی چیزهای دیگری هست؟ غیر از سکس در ازدواج چیزی میبینی یا نه؟ خانواده‌داری هست، خانواده‌داری هست، خیلی چیزهای دیگه هم هست. برابر کردن نیازهای عاطفی، از مسئولیت ها بگو. در ازدواج چه مسئولیت هست؟ مسئولیت کلی خانه‌دار شدن و بچه دار شدن، یکی از مهمترین هاش. دیگه؟ بستگی به شرایط اشخاص داره دیگه. بعضی جاها مثلا هستش اصلا میبینی هر دو طرف هم دارن کار میکنن، با هم میارن، با هم خرج میکنن. این نیاز اونو برکنه. تو وقتی به یه انسانی با یک انسان دیگه عقد ازدواج میبندی، داری تعهداتی بهش میدی. مثلا داری بهش تعهد میدی که من متعهد میشوم که رفتاری رو که مثلا برای در مورد جنس مخالف هست
کنترل کنم رفتار، مثلا تعهد داری میدی وفادار باشی، تعهد داری میدی که در سختی ها کنار هم باشی، تعهد داری میدی که محبت کنی، تعهد داری... یه سری تعهداتی در ازدواج داری میدی به طرف مقابله. در سکس که این تعهدات رو نمیدی، بار مسئولیتی که در ازدواج هست صدها بار سنگین تر از سکسه. ما داریم اینجا راجع به ازدواج کودکان صحبت میکنیم، نه راجع به سکس کودکان. اگه میخواستید راجع به سکس مسئولیت پذیری اون در مشکل درسته. در مشکل کودک همسری یکی از مشکلات هم سکس هست، اما مشکلات بسیار زیادتری هست. در سکس یک کودک، اگه یک کودک 14 ساله با یک کودک 14 ساله دیگه با هم سکس کنه، با اینکه یک کودک 14 ساله با یک مرد بالغ ازدواج کنه تفاوت بسیاری هست. آیا این تفاوت ها رو میبینی، متوجه میشی یا نمیشی؟ فکر میکنی این دوتا مثل همه؟ مثل هم که نیستن. این ممکنه اصلا بعضی خب تو بعضی از فرهنگ‌ها طرف می‌بینی داره پارتنر سکس پارتنر یه نفر میشه، اصلا ازدواج هم نکردن، ولی دقیقاً همون قضیه اتفاق میفته. موضوع سکس پارتنر بالغ هم کار نه. ببین اولا که در همه کشور، اکثر کشورهای دنیا، سن تفاوت سنی دو نفری که با هم سکس میکنن خیلی مهمه. مثلا اگر یک دختر 14 ساله‌ای با یک پسر 19 ساله سکس کنه، حتی اگر اون دختر از سکسی که کرده راضی باشه، باز هم عمل اون مرد تجاوز به کودک حساب میشه. خب معمولا سکسی که در اینجا اتفاق میفته در دخترهای سن پایین با هم سن و سالهای خودشون اتفاق میفته. وقتی که یک دختری با همسن و سال خودش سکس کنه، یه رابطه جنسی برقرار کرده که معمولاً رابطه کم خطریه، مسئولیتی هم درش نیست، هر زمانی هم میشه متوقفش کنه. اما وقتی یک دختری که هنوز به عقل برسن 18 ساله نرسیده، یا مثلا فرض کنید 17 ساله نرسیده، از نظر عقلی قدرت تصمیم گیری برای یک انتخاب رو نداره، چه برسه به 9 ساله. یعنی فرانتال لوب مغز ما که در 23 سالگی تکمیل میشه، معنیش اینه که ما در 23 سالگی تازه میتونیم به طور کامل ریزنینگ کنیم و خیلی چیزا رو متوجه بشیم که قبلش متوجه نیستیم. چرا میگن 18 سال؟ به خاطر اینکه این به این رشد عقلیه رسیده باشه. دختر 9 ساله که به این رشد عقلی نرسیده، سوای مشکلات فیزیکی که برای بدنش پیش میاد، مشکلات منتالی که برای روحش پیش میاد، قدرت تصمیم گیری هم نداره، نمیتونه انتخاب کنه. وقتی کسی نمیتونه انتخاب کنه، چجوری مهمترین انتخاب زندگیشو انجام بده؟ که یک همسر و شریک زندگی یکی از مهمترین انتخابهای ما در زندگی، اونایی که متأهلن میدونن، ازدواج آینده انسانو بالکل رقم میزنه، عوض میکنه مسیر زندگی هر کسی، عوض میشه. یه دختر 9 سالی که قدرت تصمیم گیری نداره، به عقد و ازدواج در آوردنش با یک مرد بالغ جنایته. از 398 هزار کودک همسری که در 10 سال گذشته در کشور ما وجود داشته، اینها فقط فکر میکنم 16 یا 17 عددشون پسر بودن، بقیه شون دختر بودن. یعنی این دخترها با مردان بالغ ازدواج میکنن. جان بفهم شما میگی، یعنی یک آدمی که 18 سال رو رد کرده هیچ موقع به صورت اشتباه انتخاب نمیکنه، یعنی تمام اونایی که بالای 18 انتخاب کردن نباید زندگیشون به طلاق میکشیده؟ درسته؟ نه من همچین حرفی نزدم. من گفتم که چرا چرا پس اونایی که سنشون کمتر از 18 است طلاق توشون کمتره، ولی اونایی که با بیشتر از 18 طلاق بیشتر شده توش؟ وقتی کسی سنش رشد عقلی پیدا کرد و به جای رسید تصمیم دو جانم اکبر جانم بگو از این بگو. مرسی که منتظر مون بفهم. اصلا خود قرآن میگه ازدواج قرارداد فن طرفین. تو خودت اجازه نمیدی دختر 17 ساله رأی بده، میگه به بلوغ نرسید. یعنی صدات خیلی ضعیفه. من هم پره یا ازدواج دو میاد میگه که تو گواهینامه رانندگی بهش نمیدی. با چی نمیدی؟ بعد چهار تا ریش سفید بیان بگن فلانی به بلوغ رسید. من یه سوال دارم، اگه قراره این مدلی که تو میگی باشه، خب باید بره پیش روانشناس. علم هم تایید نمیکنه. آقای اکبر هم صدا تو نمیشنوم هم از بحث خارج شدیم.
سیناب خیلی شما مدعی نه من سوال پرسیدم از آقای فردایی شما اومدی وسط هست میگم چرا اونایی که بالای 18 سال ازدواج میکنن اونا اشتباه انتخاب میکنن چرا به طلاق میکشن مگه عقلشون کامل نبوده چیزی که شما میگی مغایر کتابی که قبول داری من دارم با... آقا بحث الان سر کتاب نیست بحث محض مسائل اجتماعی بود الان اصلا با کتاب کار نداری الان اصلا بحث کتاب نیست نه الان با کتاب کار نداری الان با چی کار نه با کتاب کار آقا یه لحظه اجازه بده شما بدن داشتم با آقای حجت فدایی صحبت میکردم دیگه جواب سوال منو بده نه نه زد من سوال از این چون پرسیدم از شما نپرسیدم که این سوال کم یاری اکبر جان اکبر بذار بحث تبدیل به جدل نشه یه لحظه صبر کن صبر داشت باش بعد صحبتاتو کامل بکن به حالا به طرف آقای سعید هم نگو صحبت خود ببین سعید درسته که بعد از 18 سالگی هم تصمیم گیری های غلط میشه بعد از 60 سالگی هم تصمیم های غلط میشه بعد از 90 سالگی همیشه هیچ فرقی نمیکنه همیشه انسان میتونه تصمیم غلط بگیره ولی احتمال تصمیم غلط گرفتن یک انسان برای ازدواجش در 80 سالگی قابل مقایسه با یک انسان در 9 سالگی نیست یعنی یک مثلا انسان مثلا چجوری قابل مقایسه یعنی اگر جفتش غلطه دیگه چیه جفتش غلطه چه 80 ساله اشتباه کنی چه 5 9 ساله اشتباه کنی مثلا آره چه 16 ساله اشتباه کنی جفتش بله غلطه بله ولی از هر 100 نفری دوشمان از هر 100 نفری که در 18 سالگی ازدواج میکنن امکان داره 75 تاشون درست بگن 25 تاشون خطا کنن در انتخابشون ولی از 100 نفری که دختر 9 ساله هستن 99 تاشون امکان داره اشتباه کنن یعنی ببین میزان شما آمار ازدواج بس در بیاد ببین اونایی که بالای 18 بودن زیاد اشتباه کردن یا اونایی که پایین 18 بودن پس بذار برای توضیح بدم بذار چون من گفتی آمار اگه اتاقای کودکم سریم همی یکیشو گوش کرده بودی میدیدی که من کاملا همام این آمارا رو از بس که تکرار کردم تو اتاقای مختلف تو اینستاگرامم تو فیسبوک این ور اون ور در جلسات دیگه در انجمن که حمایت از کودکان کانادا حفظ زمین آمار رو یعنی من حتی تعداد مادر کودکایی که در اثر زیر سن 10 سالگی بر اثر زایمان در ایران فوت کردن رو من حفظم میتونم برات یکی یکی این آمار اعداد رو برات بگم تو اتاقم هم گفتم آمار طلاق در جامعه ما از هر یعنی تقریبا از هر 10,000 ازدواج 3,300 ازدواجه یعنی میشه یه چیزی نزدیک 33% ولی در کودک همسری 67% آمار طلاق و اکثر کسانی که از کودک همسری طلاق میگیرن زنهایی هستن که مورد خشونت خانگی قرار گرفتن و بعد از 18 سالگی طلاق گرفتن در تو میدونی چند تا تو فقط به من بگو تو که اینقدر روی مسئله داری اومدی دفاع میکنی تو فقط به من یک کلمه بگو میدونی ما فقط در 3 ماه اول سال 1401 چند کودک مادر زیر 10 سال داشتیم که سر زایمان فوت کردن میدونی اصلا برات مهم هست که بچه 10 ساله سر زایمان بمیره یعنی چی نه فقط به من بگو ببین برو فقط یک سرچ بزن کودک کانسری در ایران آمار رسمی مرکز آمار ایران رو بخون حجت فدایی دروغگو بقیه همه دروغگو برو یکی از اتاقای کودک کانسری منو گوش بده منابعش هم همه هست برو از ایسنا بخون برو از مرکز آمار بخون سر زا مردن این لینکشو بذار بالا ببینم از کجا خوندی اینو عزیزم دارم بهت میگم از سایت مرکز سایت رسمی مرکز آمار ایران یعنی اینا رو اگه بدونی تنت میلرزه سعید اون وقت میفهمی من چرا اینجا میام حنجره خودم پاره میکنم برو امروز یه سرچ بزن اگه پیدا نکردی برو اتاق منو گوش بده لینکاش هست از منابع رسمی جمهوری اسلامی تازه بهت اینو بگم سعید طبق آماری که سازمان ملل کمیسیون عالی حقوق بشر و اینا اعلام کردن تعداد ازدواج های ثبت نشده کودکان در ایران بسیار بیشتر از آمار رسمیه که خود ایران داره میگه تو میدونی ما فقط در یک سال چند میدونی در هر روز 76 کودک همسر در ایران داریم باورت میشه آمار مرکز رسمی مرکز آمار ایران پسر خوب
نه من، حرف من نیست، در صورت که یونسکو میگه بیشتر از اینه، تمام سازمان‌های جهانی میگن بیشتر از اینه. بعد از چاد ما دومین کشوری هستیم که کودک همسری در کشورمون داریم. میدونی آمار ما هر سال داره میره بالاتر، در این حالی که رشد کودک، تعداد کودکان زیر سن 18 سال کمتر میشه، ولی آمار ازدواج کودکان کودک همسرها بیشتر میشه. میدونی 117 مدرسه دخترانه طبق اعلام رسمی خود آموزش پرورش ایران در یک سال و تنها یک سال به خاطر ازدواج کودک همسران تعطیل شده، چون دیگه این دخترها ادامه تحصیل نمیدن. اینا رو میگم اصلا از من نپذیر، خواهش ازت میکنم بگو حجت فدایی یک کافر دروغگو ملحده، فقط برو به فارسی سرچ کن، همش هم فارسی هست. اگر نه سالگی سر زامردن اصلا هیچ منبعی من پیدا نکردم، بمیشه بذاری برای 5 دقیقه نیست من بهت گفتم، گوش کن 5 دقیقه نیست بهت گفتم، میگی سرچ کردم، برو یکم عمیق‌تر سرچ کن. اگر پیدا نکردی فرض میدونی چرا اینو میگم، میخوام بری بیشتر بخونی، بیشتر چیزای بیشتری بخونی، بدن بیشتر بلرزه. برو اگر این کودک، تعداد کودک مادر همسرایی که فوت کردن رو پیدا نکردی، فردا بیا اینجا، من جلوی همه دارم اینجا میگم، من جلوی همه لینکشو همینجا به تو نشون میدم، اگه نشون ندم من از کلاب هاست میگم. ولی خواهش میکنم تو برو بگرد بیشتر، برو 2 ساعت، خواهش میکنم به جای این 5 دقیقه برو 2 ساعت بگرد، میخوام بری بیشتر بخونی، برو تو یوتیوب یه سرچ بزن ویدیوهایی که راجع به کودک همسری در ایران هست و ببین، برو کتاب کمال احمدی رو بخون، آوای بوف چاپ کرده PDF 260 صفحه است، تو فقط آمارای اون کتاب رو بخون. کتاب مخصوص کودک همسری در ایران چاپ شده به سفارش کمیسیون عالی حقوق بشر. برو گزارش کمیسیون عالی حقوق بشر راجع به کودک همسری در ایران، همه اینا فارسیش هست. بازم اگه پیدا نکردی بیا من بگم. یک کمیل احمد سرچ کن، یک جامعه شناس عرب بسیار معروفه، یک کتاب داره به اسم پژواک سکوت، An Echo of Silence، فقط داستان کودک همسرهای دختر در ایران که این اومده ایران و سالها روش تحقیق کرده. بعدن باز بیا دوباره با هم صحبت میکنیم، برای اینکه الان حوصله دوستان سر داره. باشه سعید، قبول؟ من آقای فدایی، من خودت میدونی شغلم چیه، من دست به سرچم هم قویه، حالا هر چیز زدم چیزی گیره بایم تو همین مورد. برو اگه پیدا نکردی فردا من بهت میدم، میخواست تا فردا خودت بیدنم پیداش کنی. بحث که من گفتم اونجا آقای فدایی، شما اومدی حرف منو تعریف کردی، گفتم در ایران ازدواج به این شکله که اگر زیر 18 سال باشه این رو میفرستن پیش قاضی، قاضی خودش هم تصمیم گیرنده نیست، با علم خودش نمیتونه تصمیم بگیره، این بچه رو میفرسته پیش روانشناس، روانشناسی که با این آدم صحبت میکنه که ببین آیا این به بلوغ عقلی رسیده، میتونه درست تصمیم بگیره یا نه، و یک نامه گزارش کارشناس میده به قاضی که آقا شما میتونی اجازه بدی اینا ازدواج کنن یا نمیتونی اجازه بدی. اگر الان اینجا ایرادی وارد باشه به تحصیلات اون کارشناس ما باید بگیریم. بعد سوگیری چه در 18 سالگی، چه در 9 سالگی، چه در 40 سالگی، خطاها در انسان‌ها همیشه بوده. یعنی به سن و اینا ربطی نداره. چه بسا ممکنه خب یک بچه 9 ساله یک تصمیمی درستی رو بگیره که یک 19 ساله نتونه. خیلی خوب. درست. خیلی خوب. تو خواهش منو گوش کن. برو اینا رو بخون، یه چیز دیگه هم بهت میگم اونم سرچ کن بخون، بعد باز ما راجع به این با هم صحبت کنیم. سرچ کن اگر هم خواستی اصلا برو تو چت جی پی تی بگو متون رو برات بیاره ترجمه کنه برات. سرچ کن آسیب‌های کودک همسری، آسیب‌های کودک همسری رو بخون، اونی هم که من بهت گفتم فارسیش هست، متنش هم فارسیه، تو یک خبرگزاری خیلی هم معروف هست تو وایس آف آمریکا. من دیگه تمومم کلا، من دیگه تمومم. باز نکن لطفا، باز نکنید، خواهش میکنم. من مجبور میشم هدایت کنم پایین اگر مایکو همینجوری باز بکنید. نه بذار شما تموم شد. من صحبتام تمام، دوست دارم فردا بعد از اینکه سعید رفت اونو خوند و یه گزارش جامعی هم وایس آف آمریکا داره راجع به کودک همسری دارن اینا رو خوند، بعد باز ادامه بحث میدیم. باز هم از همه عرض میخوام،
که اومدم اینجا و بحث رو عوض کردم، ولی لازم دیدم این کارو بکنم. امیدوارم ببخشید به من دیگه، من گوش میکنم. نه خواهش میکنم. الان به ساعت ایران ساعت 1:30 بعد از ظهر فکر میکنم. سعید جان همین حدودا فردا بیا حجت، هم اگر هستش بیاد صحبت کنید. ممنون میشم حجت، مرسی از روشنگریت. جناب محسن شما مطلبتون بفرمایید. درود بر شما. من عذرخواهی میکنم که مایک پاس کردم، واقعا عذرخواهی میکنم، ولی 5 ثانیه من وقت میخوام. ایشون که میگه که میفرستن پیش روانپزشک و صحبت میکنن، جناب سعید عزیز من خیلی بی‌دروسی حرف میزنم، دروغ گفتن نه شاخ داره نه دوم. نمونش جلوت همین الان داره با حرف میزنه، 21 و 16 ازدواج کردید و اصلا از این صحبت هایی که شما گفتیم خبری نبود. خواهش میکنم جایی صحبت کنید اینا رو بگین که این اتفاقا نیفتاده باشه. 21 من بودم، همسرم 16، و از این اتفاق ها نیفتاد که شما میگین. خواهش میکنم دیگه با شعور دیگران بازی نکنید. ببخشید دن عزیز و حجت عزیز که اومدم تو مایک، واقعا عذرخواهی میکنم ولی باید اینو میگفتم. مرسی. نه محسن جان ممنون از جاوری. اون ربطی نداره، شما سرچ بزنید گواهی رشد یا حکم رشد. 21 و 16 جلوت وایساده عین شاخ شمشاد. آقا من کردم قاضی شما قانون شکنی کرده، از بدبختی داریم با اینا. داری دروغ میگی دوست عزیز، داری دروغ میگی. من الان دارم این قانون بذارم. ببخشید جناب دن، من مایکم میبندم، فقط خواستم. مرسی مرسی، متشکرم. سعید مایکت باز نکن، من یه نکته ای بگم. اگر این قانون باشه سعید جان، اصلا اون عقد جاری نمیشه، چون اون مدارکی که تو میگی نیست. اون مدارک نباشه وقتی عقد جاری شده، یعنی قانون این قانونی نداریم. این از این آقای جان خانم... در ماده 12.9 حالا 1209 خودمون قانون مدنی سابق در خصوص سن رشد چنین مقرر شده بود که هر کس دارای 18 سال تمام باشه در حکم غیر رشد است معذک، در صورتی که بعد از 15 سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از طریق دیومت خارج می شود. شما برین 10 تا دادگاه هم بپرسین بابا میگن حکم رشد داریم. حالا یه دونه قاضی گاف پیدا شده، این میاد میگه آقا اون یه دونه حرف من سنده، همچین چیزی نیست. اصلا عزیز برای این گفته شما روزی 76 ازدواج رسمی کودک همسر، یعنی 76 قاضی گاو دارن هر روز حکم رشد میدن دیگه، درسته؟ قاضی ما همه گاون، من دادگاه زیاد رفتم همه گاون. خیالت راحت باشه. خب من دارم یه قاضی درست کنم کشور از دست گاوها راحت کنیم دیگه. ما همین حرفا رو میزنیم که از دست با حالا بچه قاضی هم نفهمترین آدم هایی که نفهمترین آدم هایی که من باشون برخورد کردم قاضی ها بودن. خیلی خب من به اینا کاری ندارم، یه اتفاقی داره تو خاطر این که من به یه دونه کارمند دادگاه گفتم اسکل من فرسته زندان دیگه خود تصادیم همین اسکل داریم. اتفاقیه که داره توی کشورمون در هر روز 76 موردش میفته. حالا به چه صورتی میفته چه اهمیتی داره، حکم رشد و کی میده چه اهمیتی داره، مهم اینه که این اتفاق داره رسما زیر لوای پرچم جمهوری اسلامی و قانون شریعت شیعه این اتفاق میافتد بنابر آمار رسمی خودشون. تازه میگم بیشتر از اینم هست غیر رسمی. خب دیگه بحث دیگهش به نظر من بیمورد دیگه. بابا اصلا اون آدمی که گفتی حرف تو، ببین اون آدمی که داره مثلا توی یک روستایی زندگی میکنه، اصلا اونجا حکم رشد و اینا براش معنی نداره. دو تا پدر میرن میشینن دور هم فام فک و فامیل جمع میکنن، یه بچه 10 ساله رو عقد یک نره خر میکنن تموم میشه میره. اصلا اینجوری که ایشون میگه نیست. مگه همه جایی اصلا تو حتی تو کلان شهرها هم این اتفاق رخ نمیده که ایشون میگه؟ من نمیدونم این چیزایی که ایشون میگه کجا میاره. یه بند قانونیه که یه چیزی نوشتن که هیچ کس هم اجرا نمیکنه، معلوم نیست از کجا آورده. بعد همون بند قانونیه راجع به 15 سال به بالا داره صحبت میکنه، راجع به زیرش دوباره صحبت نمیکنه. آخه دن عزیز اگه ایشون اطلاعاتی که داشت، مینیمم حداقل اطلاعاتی از این آماری که من میگفتم قبلا به گوشش خورده بود. این مینیمم هم یک بار هم حتی نرفته اینا رو سرچ کنه بخونه. برای همینه که میاد دفاع میکنه. اگه به عمق جنایت پی ببره که دیگه نمیاد دفاع کنه، شرفش به اجازه نمیده، انسانیتش به اجازه نمیده. یک انسان چطور میتونه تصور بکنه ما بیوه زیر 18 سال داشته باشیم؟ بیوه است.
حالا همین اتفاق تو مادر زیر 10 ساله چجوری با خودش تصور میکنه؟ ما ببین یک بیماری، یک زایعه هست به اسم فیستول. برو فقط تحقیق کن این کودک همسرها دچار فیستول میشن. برو فقط به فارسی سرچ کن ببینی فیستول چه بیماری دردناک و ناراحت کننده ایه. یعنی این برای همی بگفتم برو آسیب آرام بخون. همین الان دکتر دارا اینجا نیست، اگر بیاد میگه، خودش تعریف کرده اینجا یه بار دختر 11 ساله ای رو توی پتو پیچیده بودن خون خالی آوردن براش. میگه ایشون این دختر بچه ایجازه میگه تمام تنش پر خون بود، میلرزید به خودش، پارگی از قسمت قدم تا خلف پرنیه. میدونی منظورم چیه دیگه؟ آره نه الان توضیح میدم برای چی اینا حکم افضا دارن. اینا که دکتر و متخصص نبودن که با بیمار برخورد داشته باشن حکم. اینا اینقدر کودک همسری توشون بوده حکم افضا گذاشتن. یعنی اگر یه مردی با یک دختر کودک زیر سنی نزدیکی کنه به طوری که مجرای بول و قاعدش با هم دیگه یکی بشه، یعنی واژن و مقعدش با هم یکی بشه، یعنی پاره بشه جداره بین واژن و مقعدش، ببخشید اگه همه ناراحت میکنم ولی تو دین ایناست، قانون افضا برین بخونید. اینا اینقدر دیدن که این حکم رو گذاشتن که یکی از دردناکترین اتفاقاییه که برای یک کودک امکان داره بیفته. بعد یه همچین کثافت و جنایتی بعد براش حکم دادن که اگه این اتفاق افتاد چیکار بکنید، چقدر کفاره بدید، فلان بکنید. حسابم خور شد. ببخشید آقای فدایی، من یه فقط جمع‌بندی کنم. من با کودک همسری موافق نیستم. خودم بچه دار بشم، بچه‌م دختر باشه، تو این سن نمیدارم ازدواج کنه. من فقط واسه توضیح دادم که به این شکله تو کشورهای خارجی زیر سن پایینم میان سکس شروع میکنن، اینجا هم کودک همسری هست. یعنی باید اگر حرفی میخوای بزنی خاکی بذاری باید تو سر جفتشون بذاری. شما اومدی اینجا هی میخوای بگی مثلا شیعان کثیفن و فلان و بهمان. شما نگاه کنید من چقدر من آدم احمقیم که واسه این نشستن این همه توضیح دادم بعد آخرش برگشته میگه من جنبندی میکنم. جنبندی من اینه شما که به کودک همسری نگاه میکنید به سکس بچه ها در آمریکا هم نگاه میکنید. ببخشید سعید جان ولی واقعا من خرم، من احمقم، من چقدر بیشعورم که سعی میکنم یکی مثل تو رو آگاه کنم. واقعا از همه عوض میخوام که من این بده واقعا در خاصی نگرم از تو بیای من اوضاع تو آینت سعید اومدی با تم افتر اینا رو داری این کثافتکاری هایی که تو دین تو هست این کثافتکاری ها رو با هیچ مالی نمیتونی بشوری. این کثافتکاری ها تو این دین کثیف هست داره اتفاق میفته. امروزی که تو این امروزی که مردم دنیا برو ببین کجان تو داری هنوز راجب این می اومدی اینجا ازدواج سکس با دختر 9 ساله رو موجه کنی. این به این فکر کنی داری تو میگم موجه هم نمی کنم باید این موجه کنی سکس دختر 12 ساله 8 ساله این آمریکا رو چه جوری موجه میکنی؟ چرا آمریکا نمیاد یه قانونی به آمریکا؟ من ریدم تو آمریکا ول. چرا آمریکا نمیاد 18 سالگی قانونی بذاره ببینه دخترا باکره موندن یا نه؟ آمریکا گوه خورده غلط کرده، اسلام تو هم گوه خورده غلط کرده بیجا کرده. دن اگر زیر 15 سال، زیر 18 سال، زیر 18 سال قانونی در هر کجای اروپا یا آمریکا یا هر کجای خارج از اون اسلام کوفتی سکسی صورت بگیره اون میشه تجاوز و حکم اون تجاوز به شدت سنگینه. شما اینو نمیگی که مردهای اینجا جرأت ندارن چنین کاری رو بکنن. بله اونا هم انسانن، احساس دارن و دوست دارن که یه همچین خطایی رو بکنن. میدونن تجاوزه و پدر پدرسگش رو در میارن بیرون. مینا جا الان ما همه میدونیم یه لحظه خب بذارید من خودم با سعید کار دارم اجازه حجت جان صحبت کنم.
با چی کار داری آخه؟ آقا من کار دارم مثلا یه لحظه از تعامل بفهم خواهشون. ببین بچه سعی طوری صحبت کرد با لحن استخفافی نسبت به وریان عزیز که فهمیدیم بهت وجده، یعنی به خیالش رسید. خب چجور فراموش کردین اینو، این توهینو؟ چی همه جور بگه بره سعید این بالا لینک رو نگاه کن. بعدن حالی میکنیم این الان. نه آقا من الان برمیگردم. آقا جان داره جنایتو ماله میکشه. آقا جان سکس با بچه زیر 18 سال حتی 100 تا خطبه بخونی 100 تا ریش سفید باشن اسمش تجاوز و ریپ است. حالا اجازه بدین قبل از این برمیگردیم. الان برمیگردیم. ببین سعید 35 تا مورد وجده این بالا هست. از 5 تا مترجمم تو این سایت هست. 35 ضرب در 5 چون اینجا 36 نوشته ولی یکیش فقط حروف شبیه اینه وجده است. 35 ضرب در 5 میشه چند تا؟ میشه بیشتر از 175 تا چقدر میشه؟ تو از این 175 یعنی 35 تا هست، هر کدوم 5 تا مترجم. الان برو نگاه کن بجز اون آیه که میخوای اگر یکیش یا وجده رو بجز یافتن ترجمه کرده بجز اون آیه که مورد اختلاف هست بیا اینجا تو برنده این بحث باش. به چه مناسبت برمیگردی میگه اضاف اسم زمان هست؟ از کجا فهمیدی اسم زمان هست؟ اسم زمان رو تعریف کن ببینم وزن اسم زمان رو در ثلاثی و در ثلاثی مجرد و مزید بگو ببینم سعید هستی یا نیستی؟ سعید آقای رحمت جواب اونم دادیم تموم شد. سعید با من ببین من از کدوم شیره دارم میگم تموم شد رفت اشتباه نه خیر کاملا هم درست گفتم. میخوای لینک بدم اونجا اعزاز کرد چیزه دن اینها کسانی هستن که دن اینا کسایی هستن که دیروز سر یک کلمه میثاق و پیمان داشتن با تو 2 ساعت بحث میکردن که میثاق یه چیز دیگه است پیمان یه چیز دیگه. تو اگر تونستی مسلمون رو قانع بکنی اینا میگن مرغ یه پا داره. اینا اینقدر وقیحن اینقدر گستاخن که هنگام تو بشو با اون دین تو با اون جد آبادت که این مغز پوسیده است. وایسا وایسا من یه چیزی بگم. نینا نگاه کن مینا سعید خواهش میگن لال از دنیا رفتیم فحاش رو تو اول داری میکنی از بس که بی منطقه. ببین آدم بی منطقه. آقا من خواهش رو من از بحثم من کار رو ببینیم ما اینجا موظفیم من این وظیفه رو حس میکنم که تا اونجا که دانشمون قد میده کلمات درست جملات درست و منطقی اطلاعات درست به شنونده منتقل بشه. ازا از ادات شرط است در عربی یعنی اگر اصلا من میخواستم همینو بگم رحمت جان ولی خب حالا بزن هر سرو من نتونستم بگم آره بزن من خودم میگم نگاه کن ببین در عرب باش خب دم بزن من یکی دقیقه من حرفم بزنم من برای رفقا به درد شاد بخور. ببینید در عربی اسم زمان بر وزن مفعل است و مفعل در ثلاثی مجرد در ثلاثی مزید هم داستانش فرد با میم شروع میشه. این ازا ادات شرط هست دلالت بر زمان هم داره در دلالت بر وقوع ولی اسم زمان بهش نمیگه. حالا شما بگو مثلا ذوالقرنین رفت تا رسید به مشهد رفت چت نگاه کن چت دقت کن یه لینک گذاشتم اونجا قشنگ گرامر این آیه رو واسه توضیح داده دیگه حرفی حدیثی نباشه. آقا سعید ببین اینجوری معاملم نمیشه. من یک دقیقه از رفقای خودم وقت گرفتم تو علاقه ما که تو باز نکن من الان تمام میشه دیگه وایکم باز. ببینید 35 جا وجده در قرآن اومده بدون اسم باشه. آخه تو به چه مناسبت پشت سر دلا اینجوری حرف میزنی انگار آکیوش کمه؟ برو گرامر تو کلمه به کلمه بخون. آقا الان ادعا چیه سعید؟ ادعا چیه کمه دیگه آکیوش زیاد. تو اول اومدی کلاپاس گفتی من مسلمانم دوباره یه دیگه
من گفتم مسلمان خب آدم ها شوخی میکنن عجب رحمت بس کن این چیه بدون بابا رحمت بابا بیره بابا تو اینو آره بابا این یه آدم یه آلت تناسلی در سب کن بعد من این تکبیه آلت تناسلی دستش گرفته بود شیش ماه این روم به اون روم میرفت میگفت چرا این در واقع اون اسپرمای اولی آلت تناسلی نداشتن نمیدونستن یعنی چی خب چجوری به هم دیگر پیدا کردن این الان طرز فکرش سیمپیچی مغزش اینجوریه که تو آزمایشگاه شما یه اسپرم ماده و یه اسپرم نر داشتی یه قطره چکون اسید رو این بریزی یه قطره چکون اسید رو اون یکی این یکی تناسلی مردونه داره اون یکی تناسلی زنونه یه عقدم واسه یه اسپرما بخونی برن تو اجله الهی به امید تو اینجوری نگاه میکنه به دنیا به فرگشت تا با این بای آدم چه حرفی داری بزنی آخه بچه فقط من یه عذرخواهی بکنم بعد برم پایین شنرده هست سعید جان خیلی ببخشید این دفعه آخری که اومدی بالا رفتی پایین من بودم آوردن بالا انداختن پایین چون همه انداختن پایین من ننداخته بودن پایین حوصله‌ام سر رفت رو دلم مونده بود گفتم بیه بالا من بندازم پایین بچه ها خیلی ممنون همین قطعی همین چیزها رو نشون بدیم به بقیه راجب این شیعیان کافیه واقعا خستم نباشید اصلا ریلکس باشید و آروم کاری که دارید میکنید با بگرده اصلا همون به هم ریخته حجت سر اون ماده کودکان داری اصلا جان آقا حجت دست خودم نیست نه اصلا یک میخوام یک جر بدم فقط علی یه لحظه سب کن هر چقدر اصلاحمون قوی تر باشه بهتر با اینها برخورد جالا جان ببین حساب قوی تا یه جایی ولی وقتی برمیگرده آمریکا چرا پلیس نمیذاره که ببینه زنان در 18 سالی باکره هستن یا نه اینجا مذاکره تمومه اینجا باید آدم بره لالا بیشتر از این نمیفهمه نه فقط دیگه خب دیگه نمیفهمه ما باشیم این میفهمه الان ما اینجا تا صبح با این صحبت کنیم این تا الان نفهمیده رو استیج ما میفهمه بعد وقتا میشاره اینقدر که این نشون بدیم این نفهمه کافی است این بفهمه میشه این جاک نمیفهمه لالا لالا اصلا راجع به اون گرامری هم که گذاشته بذار اتفاقا داره به ضرر خودش آورده ببین موضوع اینه که سر این آیه میگه ذوالقرنین انقدر رفت تا به محل غروب خورشید رسید اون ازا برمیگرده به رفتنش یعنی هنگامی که رسیده مال زمانیه که رسیده به محل غروب خورشید متوجه یعنی میگه برای رفتن هم زمان صرف کرده هم مکان جا به جایش رخ داده آیه معنیش اینه خب نمیفهمه میاد میگه این ازا یعنی چی اینجا اسم زمان خب معلومه تو از اینجا میخوای بری یه جای دیگه زمان صرف میکنی میگه تا میگه تا بخوای بری برسی به جایی که خورشید غروب میکنه این گرامر این آیه نمیفهمه با همین مدل حرف زده میاد میگه وریا آیکیوش پایینه به رحمت میگه تو مسلمان بود ببین این مدل حرف زدن واقعا دیگه بحثی نمیمونه من نمیدونم من وریا رفیقم یک جام احساس کنم باید از وریا دفاع کنم دفاع میکنم وقتی خودش نیست و اصلا اجازه نمیدم به یک فردی در این اندازه بابا در اصلا این آخه موضوع میدونید لالا ما در رابطه با وریا در این استیج بحث عوض شد حجت یه وایسی رو شروع کرد پخش کردن من داشتم استدلال می‌خواستم بکنم مثلا وجده ها یعنی چی و فلان و اینها مغرفتن و مغرب و اینها معنی من اسم مکانه این کارو کردم به خاطر اینکه به شما نشون بدم کسی که حاضره آخه کره میگیره حضرت دیدی الان تو کره ای گرفت میگه من استدلال کردم نتونستی جواب بدید گوش کن یه چیزی بهتون بگم کسی که حاضره به خاطر دفاع از دینش من اینو از عمد اومدم اینجا مطرح کسی که حاضره به خاطر دفاع از دینش یک جنایتی مثل کودک همسری رو ماله بکشه و موجه کنه بعد تو انتظار داری تو بحث با تو صداقت داشته باشه و به خاطر یک کلمه دروغ نگه صد تا دروغ میگه تو هر چی بگی اون یه دروغ دیگه بهش اضافه میکنه میگه به خاطر اینکه این از نظر اون واجبه اصلا عیبی نداره وقتی اون کودک همسری رو میاد ماله میکشه انتظار داری روی کلمه ماله نکشه من میخواستم اوج بالاترین جاشو بهتون نشون بدم حجت دیروز با دو تا سه تاشون من بحث میکردم سر کلمه عهد و میثاق خب بچه ها بودن میدونن بهش میگم آقا عهد الله عهد با خدا یعنی چی مگه معنیش نمیشه ایمان به خدا آوردن آیه آوردم که گفتن عهد با خدا یعنی ایمان به پیامبرش بیاری به خدا ایمان بیاری میگه نه عهد با خدا اون نیست میگم خب با خدا چه عهدی میتونی ببندی به من بگو ببینم هر میگه نه میثاق معنیش تو قرآن یه چیز دیگه گفته میگم خب اونجا هم که گفته باید به خدا ایمان داشته باشی که میگه نه چون اینجا میثاق گفته اونجا عهد گفته این میثاق اون عهده نیست
بابا وقتی اینا عجیب غریبی میگه جان عزیز، وقتی اینا حجت الاسلامشون یکی مثل دل خوشه که میاد تو بک چنل واسه من مسیج میذاره که نه اون مسیج دل خوشه یه بار پخش کردم توی اتاق شنیدین یا نه، اومد تو بک چنل من مسیج گذاشته که مثل رولایز هم میان میگیریمت میکنیمت تو گونی خودمونم نیان برادران افغان و پاکستانی من. وقتی حجت الاسلامشون اینه تو از سعید لاهیجیش چه انتظاری داری؟ اون حجت الاسلامشون همینه، همشون همینه.